برای بررسی و تحلیل سخنرانی خانم هیلاری کلینتون در گردهمایی حزب دموکرات گفتگو می‌کنیم با مارگارت اومارا، مورخ ریاست جمهوری آمریکا که از ایالت واشنگتن و از طریق اسکایپ به ما پیوستن. خانم اومارا، جمع‌بندی شما رو بدونیم از سخنرانی خانم کلینتون در کنوانسیون دموکرات‌ها در فیلادلفیا و احتمالاً نقاط ضعف و قوتی که شما در سخنرانی ایشون دیدید. باید بگم که هیلاری کلینتون میبایست با این سخنرانی خود خیلی هدفها رو به دست می آورد. معمولا سخنرانی در چنین کنوانسیون هایی اینطوره که نظرهای خودشون، ایده های خودشون رو ارائه کردن و بعدا استانداردی برای رئیس ریاست جمهوریشون میشه. یعنی در واقع اینا انتظارات رو تعیین میکنن. جان اف کندی اول در رابطه با این جبهه جدید صحبت کرد. بنابراین برای خانم کلینتون خیلی مهم بود که به عنوان یک رئیس، کسی که میخواد رئیس جمهوری بشه، اینها رو مشخص بکنه و بعدا اونجا باید دید که ببینیم بعدا در آینده در صورتی که انتخاب بشه آیا به اون عمل خواهد کرد یا خیر. حالا خانم اومارا، تا زمان انتخاب شدن ایشون احتمالاً عامل جنسیت تا چه اندازه میتونه در این دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان رقبای کلینتون و ترامپ تعیین کننده باشه؟ چون به نظر میرسه حمایت‌ها از ترامپ خیلی مردانه هست و از نظر شما این حمایت برای خانم کلینتون چگونه است؟ زنان خیلی کمی هستند. شمارشون بسیار کمه که از دونالد ترامپ حمایت میکنن و طرفداری میکنن. خیلی خیلی جالب هست که ایالات متحده برای اولین بار یکی از احزاب عمدش یک زن رو به عنوان نامزد انتخاب کرده. ما تا حالا 44 رئیس جمهور داشتیم و این اولین باری است که یک زن به این تا این حد جلو رفته، در حالی که رئیس کشورهای دیگه رئیس جمهوری زن داشتن. با اینکه اینجا برای آمریکا یک زمان تاریخیه و اینکه خانم کلینتون یک نامزد غیر عادیه، زیرا که 25 سال یک کارمند دولت بوده، بانوی اول آمریکا بوده برای 8 سال، که شاید یکی از کارهای خیلی هستش که شما برای اون انتخاب نمیشین. میباید ناچار بوده که یک سری سیاست هایی در مورد مسائل جنسیتی رو دور بزنه، کنار بره، با اونها کنار بیاد. و اینجاست که باید بگم الان آمریکا به یک نقطه عطفی با این قضیه رسیده. الان به موضوع بانوی اولی خانم کلینتون اشاره کردید. حالا موضوع سیاست خارجی خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه پیشین آمریکا که یکی از نقاط قوت او شمرده میشه، تجربه سیاست خارجی هست. تا چه اندازه میتونه این تجربه برای رای دهنده آمریکایی تعیین کننده باشه و اساسا دغدغه های رای دهنده آمریکایی رو چه موضوعاتی در بر میگیره؟ بله، سیاست خارجی یکی از نقاط قوت هیلاری کلینتون هست. البته باید بگیم که سیاست داخلی برای رای دهنده آمریکایی اهمیت بیشتری داشته. از اون جایی که آمریکا با فقط با دو کشور هم مرز هست و اینکه به سالیان سال است که قدرت بزرگی بوده، این سیاست داخلی چون روی زندگی هر روز مردم تاثیر میگذاره خیلی مهمتر بوده. بله، از زمان حملات 11 سپتامبر آمریکایی ها فرمانده کل قوایی میخواستن که دیدگاه ها و موضعش در رابطه با امنیت ملی خیلی قوی باشه و اینکه تروریسم داخلی و بین المللی رو اونو بتونه با اونها، حالا چقدر این مسائل روش تاثیر گذاشته باشه در داخل آمریکا، باعث شده که روابط خارجی مهمتر بشه الان برای رای دهنده آمریکایی در مقایسه با گذشته.